اعتراف یک عضو مجلس ارتجاء، انتقال پول فروش نفت در اینستکس منتفی است. ایندیپندنت، افشای اسناد هماهنگی اسدالله اسدی با تهران. جنرال بوتل، فرمانده سنتکام، رژیم ایران در سراسر منطقه موجب نگرانی است. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاء، در مورد اینستکس گفت اروپا متعهد شده بود در قالب SPV به ایران کمک کند تا نقل و انتقال پول فروش نفت ایران انجام شود، اما در سازوکار اینستکس این موضوع منتفی شده است. تاکنون هیچ کدام از وعده های اروپایی ها عملیاتی نشده است. اروپایی ها تلاش دارند موضع ایران را تضعیف کرده و شرایط بیشتری برای اجرای سازوکار مالی بگذارند. ایندیپندنت به نقل از یک مقام بسیار معتبر گفت مقام های امنیتی اروپایی اعلام کردند دیپلمات رژیم ایران نه فقط در توطئه تروریستی سال گذشته برای بمبگذاری در اجلاس مخالفین تهران در خارج پاریس شرکت داشته، بلکه طرح را با همکارانش در ایران هماهنگ کرده است. این ارتباطات میان اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم، و همتایان او در ایران به صورت پیام متنی یا چت بوده که توسط سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی جمع‌آوری شده است. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت شواهد تماس او با رژیم چت‌های ثبت شده است. علی مطهری، نائب رئیس مجلس ارتجاء، تلویحاً به اعزام دیپلمات تروریست به اتریش اعتراف کرد و گفت من میگم حاکمیت دوگانه داریم اینه. یعنی درست در زمانی که آقای روحانی میره اتریش، روابط ما اروپا میخواد خوب بشه، یه نفر اینجا بلند میشه میره اونجا. جنرال بوتل، فرمانده سنتکام، در جلسه استماع سنای آمریکا گفت I think the government of Iraq understands the relationship or the view that we have on Iran and understands our concerns with دولت عراق نگرانی های ما حول ایران را میفهمد. فعالیت بی‌ثبات کننده رژیم ایران در این منطقه مشخص است. رژیم ایران موجب نگرانی من است و عامل عمده بی‌ثبات کننده در این منطقه است. تهدید اتمی یکی از تهدیدات این رژیم است. روزنامه فرامنطقه الحیات درباره کنفرانس بین المللی بروکسل نوشت این کنفرانس بر نقش سیستماتیک دیپلمات‌های رژیم ایران در تروریسم علیه اپوزیسیون تاکید کرد و اتحادیه اروپا را به اتخاذ تدابیر الزام‌آور فرا خواند. شرکت کنندگان در این کنفرانس خاطرنشان کردند با افزایش فشار اپوزیسیون در داخل کشور روی رژیم ایران، این رژیم تلاش خواهد کرد به مقاومت و به طور خاص مجاهدین خلق ضربه بزند. جمعی از غارت شدگان مؤسسه طلای سامن در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان مقابل دادسرای رژیم در تهران تجمع کردند. اعضای تعاونی شرکت واحد روز سه‌شنبه مقابل ساختمان وزارت تعاون رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند. امروز 16 بهمن 97 معترضین تعاونی شرکت واحد که جلوی وزارت تعاون تجمع کردند. کارگران شهرداری آبجدان اندیکا واقع در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوق اعتصاب کردند. جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع اداری، تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر تبریز تجمع کرده و به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق اعتراض کردند.